همینجاست خانوم. خانوم. بله مرسی. مهری زود خوابیده میشم. این قرص جدیدی که با شام میخوری خود خواب آوره. فروغ عصری زنگ زد میگفت موبایلت خاموش، نگرانت، گفت باز دوباره دعواتون شده. جنگ که ای زنگ بزنه به رونر با آدم این مامانه دیگه رفتار کنه که بدون من کجا. آبا جان مادرته، چیزی تو دلش نیست که، بعد نمیدونه چی کار کنه. علا باران جان سلام، من اومدم مرکز خرید نزدیک خونه رو تخته که میخواستی داشت برات گرفتمش. حالا اگه ملافمون بنفشه رو میخوای تا اینجا هم بگیرمش. آها نه مامان، کارم زود تموم میشه میام دنبالت. چطور؟ مطمئنی میرسونتت؟ خیلی خوب، پس منم تا اینجا ماشین رو میبرم این تعمیرگاه نزدیک خونه. Thank you.
بیتا جون چیزی لازم نداری؟ استاد حقیقی هم تو راهن، دارم میان. الان میان. چرا دارم این حرفا رو ضبط میکنم، نمیدونم اصلا چرا اصرار دارم هر چیزی رو به تو بگم. شاید هنوز دوست دارم فکر کنم رابطه ما یک رابطه عجیب و متفاوت. چه سخته که بعد از 8 سال با هم بودنمون باید قبول کنم. چه بد که شکست ریخت. کاش میتونستم، کاش قدرت داشتم بعد اون اتفاق برم، کاش میرفتم و خلاص میشدم و خلاص میشدی از این بندی که دور هم تنیدیم به اسم عشق، ولی نتونستم. کاش پا میشدی از میخوای اعلام کنی؟ چی میخوای بگی؟ هیچ. میدونی چند ساعته دارم فکر میکنم، اگه بخواست الان وقت مناسبی برای فکر کردن نیست میتا. فردا اینجا پر میشه از آدم های جوبا جوبا. میدونم فردا قرقله میشه اینجا، همه چی آماده است. از وقتی رفته همه فقط میپرسن. همه کیان؟ خب اونه که فهمیدن میپرسن چی میشه، چیکار کنیم، مراسمو کجا بگیریم، به کی بگیم، به کی نگیم. وقت من هیچی هستم. باشه، همیشه آماده هست. ببین نکسم دیگه جاش رو دیوار نیست، چون فردا اینجا پر میشه از خبرنگار و شاگرد و هزار تا دوست آشنا که برای چی باید اصلا این نکس رو به دیوار ببینم. چرا باید بیان تو حریم شخصی من؟ نمیدونم. اونم تو آشفته ترین روز زندگی. آصف آماده است برای رفتن، من آماده نیستم. دل پوری داری؟ یوسف از این درد بی درمون راحت شدی؟ شکر.
خانم خواهر استاد اومدن. سلام شکوه خانم. بفرمایید تو شکوه خانم. این بچه رو جمع جو کن بیسته گوشو داری میریم شما باش سرسه در پایده زیادش نکن خیلی بازم چی شده؟ سامان چی شده؟ یه گشت اومده تو کوچه داره بالا پایین میکنه الو گوشن خان گشت اومده که مگه نبود اینجا امنه پشمان نه بابا الان یه گوانه اومده در میزنه میگه گشمش اومده تو کوچه داره بالا پایین میکنه همه با هم نریم قربونت قربونت خدا نه تو که نیومده خب در کدوم برای در پشتی آها 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 اوکی اوکی باشه باشه دست دارم باشه قربونت زنگ بزنم به دایی خودم حلش میکنم حل بابا صبر کن بذارم در میام هنوز منتظر حمیدی باز گفتگو شده ها آجون دستتون درد نکنه خیلی خوشمزه است ولی من اشتها ندارم یه ساعت پیش یه خانومی اومد دنبالت میگشت باید کار داشت چی بود؟ فرشته بود؟ بابا فرشته رو میشناسم کی بود پس؟ چی کار داشت؟ نگفت ولی پرسید که برمیگردی شاید چون موبایلت خاموش بوده اومده علی حالا شاید دوباره زنگ بزن این بچه کی اومده؟ شب میمونه؟ آره میمونه شام چی؟ یه وقت گشنه نخوابه؟ نه شام خورده همه چی خورده بیاد می‌بودی؟ پرسید بخور ما هم شام خوردیم؟ شام خوردیم آره خودت کتابتو خوندی؟ کتاب هم دارم میخونم علی جان من قرصامو خوردم آره عزیزم الان خوردی هم شام خوردی هم چاییتو خوردی هم دواتو خوردی الان باید بخوابی دیگه لیلا امیر سلام سلام خوبی؟ خوبم مرسی تو خوبی؟ کی برگشتی؟ از کجا؟ فرانسه وقتی بعد طلاقمون غیبت زد دیگه دستم بهت نرسید کلی پیگیرت بودم از همه دوست آشنا سراغتو گرفتم هیچ کس ازت خبر نداشت آخر سرم ماهبانو آب پاکی ریخت رو دستم و گفتی بر نمیگردی الان که اینجا چه خوب چه خوب ماهبانو چطوره؟ مامان خوبه خوب
نمیخوای از شکتر آی؟ طبق قانون احتمالاتم خیلی غیر منطقی نیست دوتا آدم تو شهر چند میلیونی بعد 10 سال هم دیگر رو ببینم. چقدر راحت میگی 10 سال؟ این طرف ها زندگی میکنی؟ آره، تو چی؟ تازه از بخشی کردی. منطقه خوبیه، منم یه 5-6 سالی آمدم اینجا، میخواستم به شرکت نزدیک باشم. یادت همیشه مسخره میکردی نگی میرن سر کار ثابت؟ میگفتی 7 صبح هم ساعت بلند شدنه. اومدی خرید؟ هنوزم سالای پرت میپرسی مرکز خرید واسه چی میان خرید دیگه؟ نه خب همه برای خرید نمیان، من خودم اومدم فربادو بیارم اینجا بازی کنه. پسرمه 6 سالشه، الان اومده بودم برش گردونم خونه. خیلی خب، پس منتظرش نذار، منم باید برم دیگه. داری ازم فرار میکنی؟ فرار چرا؟ ببین لیلا، اون پایین یه کافی شاپ هست شبانه روزیه، بعد از خریدت میتونم ببینمت. الان ساعت 10، من میرم فربادو میذارم خونه، ساعت 11 برمیگردم، منتظرتم. این چیه؟ وصیت نامه. البته این روزا محلی نداره، به خاطر خودش میخوام بخونه. بخونی؟ یعنی میخوایی مثل فیلم همه دور هم جمع شیم بشینیم وصیت نامه بخونیم؟ خب بخونیم. بهروز، همین یه امشب یکم جدی باش، میشه؟ آره جدیم بابا، همه کسش تو بودی دیگه، وصیت نامه خوندن نداره. بچه دار نشدن هم از اون ایده های دیوونگی ماست. اولش میگیم باشه، واسه چی؟ بعدش میگیم اونا شاید هم خوب باشه. پشیمون که میشی دیر دیگه، دیر. یعنی تو الان به این چیزام فکر میکنی؟ به اینکه باید مادر میشدم یا نه؟ آره، به مادر شدن، همسر شدن، زن استاد بودن، موندن تو قاب عکسی که تو توش همیشه یه سایه. آره به این چیزا فکر میکنم، به اینکه اصلا هیچ وقت وقت کردم خودم باشم. اینقدر خوب بازی کردم تو این 2 سال که بهروزم حتی هیچی نفهم. یعنی من واقعا همه چیز تو بودم، قد که تو همه چیز من بودی. بی تو از سرشم هم اینجوری بوده؟ آره، فکر نمی کنم گریه کرده باشه، حالش اصلا خوب نیست. قبل از اینکه من بیام اومده بود پایین؟ که چند باری اومد پایین، ولی بیشتر بالا بود، بالا سر استاد. نمیدونم، با خودش حرف میزد، با استاد. من خیلی نگرانشونم. سامان چی شد؟ هیچی بابا، علکی گردت تو بمونی. چی شد بچه، کمش کردی آقا، چه کمش کردی؟ روشن کن. کجا بریم؟ بیا بینیم بابا، آقای پشمان خواب. بیا بابا، کجا بریم؟ بشینیم. بابا بذار بیا بریم.
جان معلوم چی بیا کارت دادم بابا تازه میخوام حال کنی سامان میگم یه نگاه میندازی مطمئنی حالا پلیس باز چیه تو بابا کجایی هنو اونجایی اونا رفع خوابیدن بابا چی میگی نگرفته باشنشون نه کجا گیر کردی بابا رفع خوابیدن خوشا تو مینیبوس نشستم میگم چی میگه چرا غافل بودم من اسیر دل بودم من چی سالمه چه پوهاد به قیافش نمیخوره قیافش من جی جی رو گذارم شکسته داغونه کلا همه شون این وریه این وریه چرا بچه ها یه دونه قدیم ما با این زنگ زدیم این ور و وقت میکردیم ما زنگ نمیزدیم شما زنگ میزدیم بیزبار بودیم حالا این تلفن رو هم دیدم تلفن بازی بکنیم نه بابا بیخیار آره شماره مردم برو مانی رو بیارم بابا اصلا دیر وقت ول کنید بچه‌ها لطفا یواش داد بزنید یواش داد بزنید بابا دیر وقت ول کنید دیر وقت بابا دیر وقت کوچیکار کنید پاشیم بریم با نیست پاشیم بچینه واقعا سر درست شد پاشیم که نشون چی دوره ها چی زدی خاطر که عشق دارم فیلم نشه سی ها مزرعه سبز فلک دیدم و داس مه نو ساقیا پس بیا بنشین به روی صندلی میشی بابا درستش کن کنی من میگیرم آسو کن تو این بچه اینکه وقت بگیرم سکوت دارم میگیرم کجا میری؟ عمو جون آه حالش خوب نیست الو سلام کوچولو مامانت خونه نیست؟ بابا. الو سلام خانم شما خونه این؟ پس چرا در رو باز نمی کنی؟ من از تاکسی تلفنی زنگ می زنم خانم یعنی چه اشتباه شده؟ خودتون زنگ زدین گفتین دیرتون و الو و بلو اینا صداتون رو که دیگه می شناسم مانی خانم شما یه دقیقه برو جلو در ماشین الان جلو در خونه شماست زنم خواهی تو سرت ای بابا حتما اشتباه شده خانم ببخشید تو رو خدا خانم این موقع شب با بچه زابر شدین حتما اشتباه شده ببخشید تو رو خدا ببخشید این موقع شب با این بچه قطع کن قطع کن قطع کن چه شو 58 ثانیه ببین من فقط یه چیز بگم الان من هر چقدر زمانم باشه زمان من و افسون یکی حساب میشه تو من و افسون نداری الو سلام شبتون بخیر. الو سلام. من از طرف پدرتون تماس میگیرم. شبهای شما منو نمیشناسید در حقیقت منم شما رو نمیشناسم. من پدرتون رو حدود یک ساعت پیش توی پارک اندیشه دیدم. آره داشت قدم میزد توی پارک اندیشه و گفتش که این شماره پسرمه. شماره شما رو به من داد گفت یک حقیقت خیلی مهم رو الو قطع کردی پیشون چه شد نمیری تو چیه؟ ایده ها بگیرید شما این کاری نیست ولی واقعا اگه آدم یوبسی نبود یه چیز میگفتم تو فردا صبحم بخند ایده داری هست نه تو ایده داری تو بای نه تو اینی بی بگیر بذار داره تمرکز میکنی بله دیگه الو سلام خانم شبتون بخیر. عذر میخوام این ساعت مزاحمتون شدم. من از اداره آب و فاضلاب زنگ میزنم خدمتتون. متاسفانه یه مشکلی توی فشار آب پیش اومده. میخواستم ازتون خواهش کنم که اگه ممکنه شیر اصلی آبو ببندین. بله شیر اصلی آب ساختمون رو ببندین. خب اگر براتون ممکن نیست من میتونم بگم همکارامون اونجا هستن بیان کمکتون کنن. بله خواهش میکنم. بله گوشی دستمه. گوشی دست گوشی رو نگه دست دلش برم سرم چی شد چیه صدایی اومد فکر کنم شتک شد بده من نخم ببینم چی شد وای صدای عجیب غریب میاد صدای چی میاد دنبال چیزی میگردی؟
پیداش کردم. آسف. بفهمین شکوخان، زخمتو میبینی هر روز؟ چیزی به یادت نمیاره؟ آقا جونی، ماجرا اصلا مثل دفعه قبل نیست. من حمیدو دوست دارم. آره، اصلا دو سال پیش همه چیز سوء تفاهم بود به خاطر خامی من. من یه شاگردی بودم که استادشو دوست داشت. از کجا باید میدونستم اون هم ماجرا برام درست میشه؟ آقا جون، شما که منو میشناسی. من رفته بودم زندگی کسی رو به هم بزنم. اون همه بلایی که سرم اومد حقم بود. من حقم بود که مرگو با چشمای خودم ببینم. عزیزم دیگه گذشته رو بذار کنار. ولی به نظر من حمید هنوز درگیر اون زندگی. پس چرا دنبال منه؟ شاید دنبال یه هیجانه که وقتی تمام میشه فارغ میشه. نمیشه آقا جون، اذیتم نکن. سلام. بفرمایی. شما به من زنگ زدین، به نظرتون چی کار میتونم داشته باشم؟ ولی من شما رو نمیشناسم. پس برای چه الان اومدی دم در؟ نکنه دیدی ماشین حمید اینجا نگرداش، فکر کردی حمید اومده اینجا؟ یا شاید هم صدای زنگ موبایلش رو شنیدی، فکر کردی در رو وا میکنی اونو میبینی؟ اصلا نمیفهمم. خوبم میفهمی. من سیمین، زن حمیدم. ببینم، تو اصلا فکر کردی حمید یه زنی داره که دوستش داره؟ یه بچه‌ای داره که هم دوستش داره هم بهش احتیاج داره؟ فکر کردی یه روز سر راش سبز میشی و حالا وقت و بی وقت بهش زنگ میزنی و میری و میای و میبینیش؟ نه خیر دختر خانم، از این خبرا نیست. خان، من جو پدر بزرگ مادر بزرگم زندگی میکنم. مادر بزرگم خیلی حالش خوب نیست.
به سختی خوابش برده. چرا باید شرایط تو رو درک کنم؟ تو شرایط من رو بچه‌مو درک کردی که سرتو انداختی پایین اومدی تو زندگی ما؟ کی علی جان؟ کی دمه داره؟ چیزی نیست. با آوا کار داره. ماه بانو برگشته. ماه بانو. چند روز جواب تلفنتو نمیده. من میدونم از پریشب. میدونی چرا؟ چون احساس کرد من از یه چیزی ناراحتم. فقط همین. امروزم کلن موبایلشو گذاشت و رفت سر کار. شبم هدیه رو برداشت و رفت شمشک. دیدی؟ اگه تو کاری بهش نداشته باشی اون با تو هیچ کاری نداره. اینطور که شما میگین نیست. به خدا من قسم نمیخواد بخوری. من فقط اینجام که یه چیزی رو بفهمم. یه چیزی به این میگه تو با اونای دیگه که تو این سالا بهش گیر دادن فرق میکنی. واسه همین میخوام از خودت یه چیزی بپرسم. اگه تو چشام نگاه کنی و بگی حمید اول اومد تو زندگی تو، مطمئن باش من از اون زنایی نیستم که این کارشو با یه توجیه درک کنم و ببخشم و کنارش بمونم. اگه بگی حمید اول شروع کرد، من برای همیشه میرم. حالا یه کلمه، تو بهش پیله کردی یا حمید اومد تو زندگیت؟ خب با تو هم تو خود اینو جمع کن فعلا. برو برو عمل کن. برو آقا یواش بیا. برو این چیه بابا؟ یه چیزی آقا شما مطمئنی دوازده اینجا تو نگشتم؟ ما بعضی موقع یه چیزی یادمون میره برمیگردیم. شغل میپرسی مادر من؟ خوبم، فقط یکم خستم. اومدم ماشینو بذارم تعمیرگاه، دیدم این مرکز خرید کنارش باز، اومدم خرید. آره باش صحبت کردم، گفت مادر دوستش میرسونتش. خیلی خوب، خیلی خوب. باش چیزی از بیرون نمیخوای؟ باش خداحافظ. فقط سامان اینجا مرتب شد قشنگ منظره. آره دیگه چیکارش کنیم دیگه. حالا داشتیم میرفتیم یادم بنداز یه پولی بده نگهبانه. چه جوری؟ الو سامون قط نیست؟ قط نکرده هنوز؟ نه بای تایم رو نگاه تولی جو، تایم رو نگاه جونو من سب کن زنی بزنی پشما سب کن یه دقیقه بچه پر رو سب کن جونو ایقا. الو ای خاموش کرده نمان سامون به خدا صدای ناله میاد نگاه کن. ناله چی میاد بابا بدونی؟ ناله هست ناله هست باید صدای گربه یه چیزی بابا صدای هر چی باشه الان نکنه زنه یه بلایی سرش اومده. چه بلایی بابا بچه شدی؟ نمیدونم میگم اگه یه چیزی شده باشه خب ما اون وقت نه بابا این زنی که من صداش شنیدم چایی رو بیدم یا مست بود یا خواب بود یا خسته بود هر چی بود در صورت الان این گرفته لالا کرده من و تو و با فاضلا و فلان همه رو یادش رفته. بابا تو از کجا انقدر مطمئنی؟ خودت از کجا انقدر مطمئنی؟ من مطمئن نیستم، من فقط میگم که
خب نکنی یه وقت گوش میدی به من، دارم حرف میزنم، میگم من مطمئن نیستم اگه اتفاقی افتاده بابا باشه. بابا روزی 500 تا از این تلفن ها دارم میزنم به بیمارستان ما، همش هم سرکاریه. بابا بخویم دنبال این چیزا باشیم که بعد مریضا رو بفرستیم خونه شون بیافتیم دنبال این داستانا. ما یه صدایی مثل زمین خوردن از اینجا شنیدیم یا نه؟ خب شنیدی. خب الان تو احتمال نمیدی، مشکوک نمیشی که اتفاقی اونجا افتاده باشه؟ نه چه اتفاقی میخواد افتاده باشه؟ دیوون اگه چیزی شده باشه الان ما یه کاری بکنیم. خب چی کار بکنیم؟ میگی یه کاری بکنیم یه کاری بکنیم. من میگم زنگ بزنیم به پلیس. پلیس؟ پلیس زنگ بزنیم چی میگین؟ پلیس زنگ میزنیم میگیم این خط رو ردیابی کنه. کدوم خط رو؟ گلی؟ گلی؟ زنگ بزنیم پلیس بگیم ما این شماره‌ای که نمیدونیم چیه، زنگ زدیم به شماره‌ای که اونم نمیدونیم چیه، ردیابی کنن. احمق شدی دوباره. باشه بریم بابا. باشو. باشو که کلی کار داریم. شکو خانم یه سر رفت تا خونش یه چیزایی بیاره، انگار گفت بعد از نماز برمیگرده. با پریسا رفت. شیوا هم رفته پایین یکم بخوابه. در صبح میشه. بیتا نمیخوام ناراحتت کنم، ولی یه چیزایی هست که باید هماهنگ کنیم، به خصوص اگه میخوای رفت آمده به خونه کشیده نشه. هوا که روشن شد اول به انجمن اطلاع میدیم، منم بقیه رو خبر میکنیم. چیو؟ برو یکم استراحت کن، ببینیم چیکار باید بکنیم. یکم به خودت فکر کن. نمیتونم با خودم فکر کنم، یادم رفته چجوری باید با خودم فکر کنم. به نظر تو اونقدر که من عاشقش بودم اونم عاشق من بود؟ بیتا با این حرفا به کجا میخوای برسی؟ به جواب سوالم، چون از دیشب که رفته دارم میمیرم، دارم میمیرم. هنوز هیچی نشده، دلم براش تنگ شده، ولی همش این نیست. دست و پا میزنم چون نمیدونم کیم. باور کن گمگور شدم. منی که خودم میشناختم و تو هم میشناختی تو این 10 سال گم شد. درجه یک دانشگاه شریف هیچی نداره جز سایه مبهم تو عکسای شوهرش. تو دلت میخواد الان بهت بگم که هنوز جوونی، کلی وقت داری، خیلی کارا میتونی بکنی؟ خب آره میتونی، ولی مگه خودت این چیزها رو نمیدونی؟ نه، دلم 2 سال پیش این حرفا رو میخواست. بیتا کجا میری؟ بیتا بیتا سختتون اومدیم بیرون، چی میخوای؟ ماه بانو تو که عادت چای نصف شب علیو میدونی، براش یه فنجون چایی ببر. ها مهری منم، بیان بذارمتون تو تختتون بریم. از دست تو بیشتر دوست داره. ها مهری بیان بریم تو تختتون بریم. یه چایی ریختن که اینقدر بازی نداره، خب براش یه چایی ببر دیگه. باش شما بشینید، من میرم براش چایی. اذیت نکن، برو. باش. داشتی میرفتی؟ نه ببخشید یه لحظه. الو سلام. نه هنوز نرسیدم، بعید بدونم 1-2 ساعت دیگه برسم.
آره اگه اذیت میشه برو خونه مامان اینا، من فربادم گذاشتم اونجا. باشه باشه آره حتما میام حتما میام. چرا چیزی از خودت نمیگی؟ حتما چیزی واسه گفتن نیست. ازدواج کردی؟ آره. با کی؟ با یه آدم این همه آدم این شهر، این همه مردا. کار میکنه، پول در میاره، اخبار و فوتبال میبینه، البته خیلی وقتا هم ماموریت مثل الان. بچه داری؟ آره یه دختر. تو چی؟ غیر از اونی که باهات بود؟ منم یه دختر 7 ساله دارم. زنم باران بعد از اینکه ازدواج کردیم دیگه نرفت سر کار. یه خود افسرده شده بود. گفتم شاید بچه دارشیم. پس تن دادی. با من فکر میکردی بچه روزمرگی میاره و با اون فکر کردی بچه از روزمرگی درت میاره. بچه چه موجود غریبیه تو تصورات تو. مرسی. ما برای چی اینجاییم امیر؟ واسه اینه که بعد این همه سال چشم بالاخره قرار گرفت. بالاخره اشتباه ندیدمت، اشتباه نگرفتمت. خودتی الان جلوم نشستی، هر روز و هر ثانیه تو این شهر با هر نشونه ای خیال میکردم که تویی. هر آدمی که جلوم راه میرفت یا هر کی توی ماشین از کنارم رد میشد فکر میکردم تویی. ولی اشتباه بود. تا امشب هنوز وقتی حرف میزنی فکر میکنم داری برام شعر میخونی. اینا شعر نیست لیلا، این 10 سال زندگی منه که بدون تو رفت، بدون اینکه بفهمم چرا رفتی. تو چند ماه اول فکر میکردم که داری شوخی میکنی. اینم یکی از همون خلخلک بازیاته که همیشه میگفتی که بیا یه مدت از هم دور باشیم، نمیدونم تا قدر همدیگر رو بیشتر بدونیم، از همین دیوونه بازیه خودت. کاش منم اون چیزایی که خیلی جدی گرفتم حداقل فکر میکردم دیوونه بازیه. مثلا چی؟ مثلا همه حرفایی که میزدی راجب شغلت، کارمون، زندگیمون، اینکه دوتا کوله بندازیم پشتمون دور دنیا رو بگردیم ببینیم زندگی کجا ما رو میشونه. گفتی بچه نمیخوای، اگه بخوام بچه دارشم میذاری میری. من قبل از اینکه برم 1000 بار از رفتن تو ترسیدم، ولی فکر کردم نمیتونم آرزوهای تو رو برآورده کنم. خیلی وقتا فکر کردم پای یه نفر دیگه در میونه. ولی دیدم نه. چشمات روزی که گفتی طلاق میخوام یادم نرفته بود. هنوز با من بود. بعد فکر کردم دعوای ماه آخر بود که اینطوری شد. گفتم اگه میشه دوای احمقانه کار رو به اینجا برسونه. این که فقط من یک کلمه از تو بپرسم، اگه بچه بخوام چی؟ زمین و زمان رو به هم بریزی بگی تو این شرایط، تو این موقعیت وقت فکر کردن به این مزخرفاته؟ همه ترسم از این بود که تو هم شاید مثل مادرت تو یه شرایط سخت داری یه نفره تصمیم میگیری. با تو به اینجا نمیرسیدم لیلا. الان چون رفتم خاطره هم اینو میگی امیر، وگرنه 2 سال بعد زندگی من و تو هم همین بود، کار و مشغله و بدو بدو. یادمون میرفت که عاشق هم بودیم. فکر میکنی زندگی که الان دارم نتیجه شروع عاشقانه است؟ راجب آدمی که باش زندگی میکنه خیلی بی‌انصافی. من این زندگی رو وقتی شروع کردم که قبول کردم تموم شدم.
اونم خیلی سعی کرد که منو دوباره بسازه ولی نشد. فکر کرد شاید بچه بیاد دوباره ساخته میشم ولی بازم نشد. مامهری چشات رو باز کنی زن. مامهری مهری جان صدامو میشنوی؟ مهری جان صدامو میشنوی؟ مهری عزیزم چشات رو باز کن. آقا جون یک کار کن. مهری علی هم صدامو میشنوی؟ مهری چشات رو باز کن. مهری علی هم صدامو میشنوی؟ مهری بیدار شو. مهری چشات رو باز کن. مهری تقصیر من شد. من گفتم دوستامون رو جمع کنی شب قبل عروسیمون. پیشو هیچی مگه نمیگه نمیتونیم کاری بکنیم. باشه هم کن بریم. مرسی بابا منم همینو دارم میگم دیگه. مطمئن باشه اصلا هیچ چش نشده. خودم الان گرفته خوابیده. چیه صدایی میشنوی؟ نه خواب صدا میشنوی تو؟ تو میشنوی منو میشنم هیتی الان؟ وای نه ساما من نگرانم. به خدا یه حس بدی دارم. اصلا یه موج بدی داره از اون بر میاد. عجب غلطی کردیم و زنی که پیر خرف یادش رفته تلفن رو قطع کنه. حالا ما بیاییم توی هچل. مگه اون بدبخت زنگ زده به ما؟ مگه اون بیچاره مزده به ما شده اینو میگی؟ کلی قطعش کن بریم. جون من قطعش کن. چرا خودت قطع نکردی؟ الو جانم چی شده؟ خیلی خوب خودم میام دنبالت. نه عزیزم خودم میام. باشه پس به مامان پوپک بگو باید بیاد پایین تا تو سوار ماشین شی. باران جا مواظب باشی و من نگرانتم. بازم زنگ بزن. خداحافظ. دخترت بود؟ اسمشو گذاشتی باران. یادم همیشه میگفتی اگه دختر داشته باشی دوست داری اسمشو بذاری باران. تو هم همیشه میذاری تو زوقم. نمیتونم من میرم بیرون هوا.
الو جانم، چی شده؟ میخوای زنگ بزنی اورژانس تا من برسم؟ مطمئنی؟ خیلی خوب، من آره من تا 10 دقیقه دیگه میام. چی شده؟ ماما فشارش رفته بالا، قرصش هم تموم شده، باید برم براش قرص بگیرم. پس بیبریم. مرسی، میرم خودم. بیبریم قرصتو بگیر. سال پیش چیه بیتا؟ من هیچ وقت هیچ کس رو بین خودم و آصف تحمل نمی کردم، نمی تونستم ببینم یکی بین من و آصف باشه به هر دلیلی. الان هم نمی تونم تحمل کنم، نمی تونم. برای همینم اینجا. اینجام که تو دختری بی سر و پا رو پرت کنم پایین. بلند نده، دارم میفتم پایین. بیفت. کی میخواد تو رو بندازه پایین؟ من نمیخواستم پرتش کنم پایین، نمیخواستم پرتش کنم، حقت میخواستم. میخواستم ببینه که اینجوری میشد. یعنی که من راجع به آدمی که هر جا با من مخالفه فکر میکنه من توهم زدم بیشتر فکر میکرد. فکر میکردی؟ راجع به من فکر میکردی؟ آره فکر میکردم. من و تو فکر کردیم که خواستیم با هم باشیم. آره؟ آره. خب لابد تو فکر کردی، من فکر نکرده بودم، من احمق بودم. خانوادتم خوب تو رو میشناخت که این همه شرط گذاشت جلو پای من. آره حتما این حرفم حرفای اونا نبوده که تو بهشون گفتی، رود نمیشده. سبا بیشتر از این گند نزن تو رو خدا. گندو تو زدی با این بازی مسخرت. کی من با تو مخالف بودم بهت گفتم تو توهم زدی؟ من نمیدونم، اصلا نمیفهمم چی میگی تو. من این رفتار بی تفاوت تو نمیشناسم. نبایدم بشناسی. الان 3 ساعت منو انداختی تو این وضعیت مسخره، خودت هم میدونی هیچ کاری از دستمون بر نمیاد. به هر کی هم زنگ بزنی میخنده بهمون، دستمون میندازه. اون وقت یه شب مونده به عروسیمون، منو دست پابسته انداختی گوشه رینگ که بخوای این حرفا رو به من بزنی؟ که من وقتی تو رو نمیفهمم میگم متوهمی؟ که من بی تفاوتم به آدما؟ دیگه چه ایرادایی دارم که نمیدونستم؟ بگو بدونم. به ما مهری نگی؟ مگه اصلا دیگه حواسش به این چیزا هم هست؟ ماه بانو کی آقا جون؟ ماه مهری امشب منو باش اشتباه گرفت. قبلنم اینطوری شده، اون موقعی که خیلی حواسش نیست. تو رو برات پیش اومده که یه چیز رو دوست نداشته باشی به یاد بیاری؟ آره، ولی کاش یه دکمه داشتیم برای مغز که وقتی میزدیمش خودمون و همه دنیا یادمون میرفت که چیا شده.
حتی یه زمانی اسمشم به زبون نمی آوردم چون دلم می لرزید. بعدم هیچی نمی گفتم که مهری ناراحت نشه. بعد دیگه یه روز همه چی تموم شد. ولی حالا که مهری همینجور هرچندی میره تو گذشته باز دوباره اسمشو میگم. من و مهری یه زندگی پر از عشق و پر از راز رو با هم گذروندیم. به هر حال فکر این که یه روز من میرم و یه سری حقایقم با من میرن زیر خاک خیلی ناراحتم میکنه، سنگینه برام. ماهبانو هم یه دونه از اون رازا هست؟ اون بیشتر یه سواله، چی شد اصلا، چرا؟ من هنوز 20 سالم نشده بود منو فرستادن فرنگ، حقوق میخوندم موقع. اونجا تو دانشگاه با یه دختر دیوانه ایرانی آشنا شده. ماهی؟ من این ماهبانو. همونجا با هم ازدواج کردیم و قرار بود با هم برگردیم. بعد نمیدونم چی شد که دیگه نیومد. و بعدم پیغام فرستاد که مثلا نمیخوام باهات زندگی کنم. چرا؟ دیگه بهانه گیر شده بود. تلخ. دو سر چیزای احمقانه با هم دعوا میکردیم. وقتی هم برگشتم ایران برای نفس کشیدنم دیگه انگیزه نداشتم. اون موقع مهرینا همسایه‌ام بود. مهری هم همه چی رو میدونست چون اصلا قبل از رفتنم منو میخواست. همجور وایستاد من میخوام زنت بشم. منم تون حال گیج و منگ اصلا نمیدونستم چی درسته چی غلطه. دیگه خودمو سپردم بهش، گفتم به هر حال اینم خسته میشه میزنه میره دیگه، چون به هر حال نصف من مونده بود اون بر دیگه پیش ماهبانو. ولی انقدر واسا تا نصف دیگه منم گرفت واسا داوا ها یه جوری که اصلا انگار هیچ وقت ماهبانوی وجود نداشت. برای ماهبان که همه من شد. شام شاعر بود اینا. ولی ماهبانو همه چیز من نبود. اگه بود نمیتونست بذاره بره. توی وقت همون که دستمون به یه چیزی نمیرسه دلمون واسش میتپه میدویم. ولی وقتی بهش میرسیم وقت میبینیم چه تبل تو خالی بود. اون همه احساسات. هر وقت یه چیز رو داشتی و دلت تپید اون وقت عشقه. همینجا نگه دارم میر. تو همین کوچه این؟ آره همینجا پیاده میشه. من الان زندگی خودم رو دارم امیر، تو هم همینطور. بیشتر از این به زندگی من نزدیک نشو. امیر برو. مامان. بارا. مامان منتظر من بودی؟ آره. آره. چقدر میشه؟
سلام مایی جون. سلام. سلام. اونقدر خوب بود، کاشکی بودی. برو خوش گذاشت. بذار برای مایی تعریف کنم. برو لباس عوض کن بعدش تعریف کنم. مامان خیلی نگرانت شدم. اذیت شدی؟ میشم الان. دیشب پیش دیدم قرصام تموم شده، یادم رفت بهت بگم. خیلی امشب رفت بالا. فکر و خیال زیاد کردی؟ نه بابا، خود کاروبار کردم. اتاقا رو روبرا کردم. فشارم گرفتم 18 بود. خودتو خسته کردی دیگه. مگه دکتر بهت نگفت اگه بی دلیل فشارت رفت بالا باید بری متخصص قلب؟ خودم فردا برات وقت میگیرم. حالا که بهترم. بابا آندم بایایی من کجا؟ ببین باران، اگه بغل تختت نیست حتما توی یکی از این کارتون هاست. ولش کن الان. من میدونم کجاست، بهش میدم. فقط تو 2 سال جون کندی؟ معلومه من 2 سال دهنم صاف شد تا هرچی تو اون خانوادت خواستی رو جور کردم. چرا انقدر داد میزنی؟ دلم میخواد داد بزنم. چی میگی تو؟ متو تو بچه ای، تو نمیفهمی. همه چی واسه شوخیه، میدونی؟ دست خودت نیست. اصلا برای تو مهم نیست چی، اصلا تو فکر نمیکنی. اصلا دلت نمیخواد بزرگ شی گلی. مگه زندگی کردن، مگه زندگی مشترک الکیه؟ همینجوری عروسی کردیم؟ آره. بلاشو زنگ بزن بگو تعطیل عروسی آقا. به هر کی دلت میخواد زنگ بزن. بگو اصلا به درد هم نمیخوردی. آره معلومه که زنگ میزنم. پس چی که زنگ میزنم؟ جواب دادنته. آره زنگ میزنم فقط به خاطر اینکه تو فکر میکنی تو این 2 سال 1000 تا کار کردی. من هیچ کاری نکردم. نه سامان. من نجنگیدم بابام سر تو. سر اینکه الان زوده. سر اینکه تو اصلا شرایط ازدواج نداشتی. سر اینکه اقامت کوفتیمو تو آلمان کنسل کنم بمونم اینجا با تو زندگی کنم. من که داشتم میرفتم، خواستم درسمو بخونم تازه. خب میرفتی، برو همین الان برو رابط جاده دراز. واسه چی منتشو سر من میذاری؟ هم بهتر بود هیچ کاری نمیکردی، ولی الان منتشو سر من نمیذاشتی. من منت میذارم؟ من منت میذارم سر تو؟ من هر کاری کردم دوست داشتم، دلم خواسته، هیچ منتی هم توش نیست. 10 بار دیگه هم پیش بیاد باز این کارو میکنم. من نمیفهمم اصلا الان این موضوع چه ربطی به عشق و علاقه و رابطه ما داره. منم نمیفهمم. منم ربطشو نمیفهمم. منتها تو گفتی کاش این اتفاق زودتر میافتاد. گفتی یا نگفتی؟ حرف خودت بود دیگه. خب گفتم. ولی من گفتم یه اتفاقی افتاده، شاید یه آدمی به کمک ما احتیاج داشته باشه. همین. خب خودت برو کمکش کن. آقا خودت برو کمکش کن. واسه چی به من میگی؟ برو زنگ بزن پلیس، برو زنگ بزن اورژانس، آمبولانس، هر چه دلت بخواد. واسه چی منو بندازی به گوخوری؟ مگه من این بازی لوسو به مزر راه انداختم؟ مگه من زنگ زدم اون زنه رو سر کار گذاشتم؟ نه من زنگ زدم. من سر کار گذاشتم. ولی اگر تو زنگ زده بودی، اگه با تلفن تو یه اتفاق بدتری افتاده بود، من اون موقع خیلی به من و تو بودنمون فکر نمی کردم. پیغاممو گرفتی؟ آره متاسفانه اتفاق بدی افتاد که حالا میگم بهتون. من سخنرانی هم نمیتونم بیام. بهشون گفتم ششمانه بچه های عکاسی رو بندازن 2 روز دیگه. لطف میکنیم. آره حالا حتما صحبت میکنیم. قربون شما، خداحافظ. چی تو سرت بیتا؟ نمیخوام روزنامه ها بفهم، نمیخوام جواب تلفن رو بدم، نمیخوام صدایش خبرنگار بشه. بم بیتا 3-4 ساعت دیگه تلفن ها شروع میکنم به زنگ زدن برای اینکه خبری از آصف بگیرم. کافیه گوشی رو برداری و اولین نفر خبر بدی. خیلی طول نمیکشه همه میفهمن. این چیزایی که خودم میدونم هی تکرار نکن. شکل دیگه هم داره. اینه که اصلا هیچ تلفنی یا جواب ندی، به هیچ کس هم خبر ندی. خیلی خلوت مراسمو برگزار کردم. وقتی بقیه میفهمن که همه چیز تموم شده، فوقش یه توضیح مختصرم به انجمن و مطبوعات میدی و همین. ولی اینم مهم نیست. مهم اینه که از این حال در بیایی.
آروم شی. بدون آصف. آصف که همیشه هست اگه تو بخوای. ولی حرف من این نیست. حرفم اینه که اگه بخوای خودتو پیدا کنی راه سختی داری. اول باید این 10 سال بذاری زمین. میتونی؟ میتونی از اول شروع کنی؟ میتونی بری سر خط؟ به کی داری زنگ میزنی؟ یکی از این بدبختی دارم. سامان پدر بزرگ من پزشک منطقه جنگی بود. به قول خودش یه یادگاری تو قفسه سینه‌اش از همون دوران داشت که به خاطر همون خیلی وقتا نفسش تنگ میشه. ولی اون شب لعنتی هی بد و بدتر میشه. انقدر بد که دیگه صداشم در نمیاد. تا اینکه بالاخره ساعت 3 صبح تلفن خونم رو زنگ صدای خرخره پدر بزرگ. یه ساعت بعد بالا سرش بودیم. بردیمش بیمارستان. قف اتاق عمل. گفتن اگه فقط نیم ساعت زودتر آورده بودیمش. فقط نیم ساعت. سامان من لیست تلفن‌های اون شب پدر بزرگ رو چک کرده. پدر بزرگ اون شب یه ساعت قبل از اینکه به ما زنگ بزنه زنگ زده بوده به پلیس. ولی هیچ وقت نفهمیدیم چرا. نیم ساعت بعدش هم به اورژانس. انگار صدای خرخر پدر بزرگ برای هیچ کس اهمیت نداشت. هیچ کس. الو 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 قطع کرد. برم به دکتر سامانی یه زنگ بزنم اینا که میاد.
نمیخوام نشنیده بری. باورش برات سخته میدونم. هیچ وقت فکر نمیکردم ازم بر بیاد. من با آوا قرار گذاشتم. دیدمش آصف یه جای دور. اون اومد تو زندگیمون. یه حسی، یه حالی تلختر از هر چیزی که فکرشو کنی نشونم داد. منم باید همین کارو میکردم و کردم. اون رفت چون من کاری کردم که بره. اون رفت و تو سکوت کردی. از تلخی من چیزی کم نشد. شاید یه روز دوباره تو برام مثل بقیه نباشی. کاش روزی نرسه که فکر کنم غلط قضاوت کردم و دیگه دیره. کاش بلند میشدی یوسف. کاش همش یه خواب لعنتی بود. نمیدونم هیچ وقت به این نوار گوش کردی یا نه. لیلا بیداری؟ چرا اونجا نشستی؟ خوابم نمی بود. خب چرا تو تاریکی نشستی؟ چیزی شده؟ نه. چرا؟ یه چیزی شده؟ امشب امیر رو دیدم. امیر؟ امیر طایفه؟ کی؟ قبل از اینکه ماشینو بذارم تعمیرگاه. امیر منو رسوند. اون بارانو دید؟ آره. یعنی چی بارانو دید؟ تو چی گفتی؟ گفتی کیه؟ ما با هم یکم حرف زدیم، از زندگی همون گفتی. منم گفتم بعد اون ازدواج کردم و یه دختر دارم. اونم باور کرد؟ چرا باور نکنه؟ مگه خودش ازدواج نکرده؟ مگه بچه نداره؟ پس بالاخره همو دیدین. اگه میدیدیش اصلا نمیشناختیش. همون جوری بود که میترسیدم یه روز با من بشه. همون جوری که اگه بهش میگفتم بارانو دارم و میخوام نگه دارم قبول کنه. ولی یه روز کنار منم اون جوریشه. ماهی تو قبل از اینکه بابا وایسته باش کنی هیچ وقت نخواستی به علی برگردی؟ علی؟ وقتی ازش جدا شدم هیچ وقت فکر نمی کردم از اون بیماری لعنتی نجات پیدا کنم. وقتی هم که نجات پیدا کردم دیگه خیلی دیر شده بود. تو به چی فکر میکنی لیلا؟ نکنه کی میتونه 10 سال برگرده عقب و خودش رو جای من بذاره؟ بفهمه من این همه سال چی کشیدم. هیچ کس نمیتونه خودش رو جای تو بذاره. توقع نداشته باش کسی حقو به تو بده، همونطور که هیچ کس حقو به من نداد. این عکس خیلی وقت رو گم شده بود.
کجا پیداش کردی؟ جعبه. نه اینجا تو عکس جعبه نیست. کجا پیداش کردی؟ تو جعبه بود. آقا جون اینی که پشت عکس نوشته یعنی چی؟ تاریخش من قبل از تولد مامانمه. خب اگه دیدی لابد باید میدیدیش دیگه. یعنی میگین که مامانم دای فری بود؟ چیزی عوض میکنه؟ آخه من میخوام آخه یعنی چطوری؟ صبح شد سامانی هم باید بیاد دیگه. این تلفن جواب بدین هنوز؟ دیگه صبح شد.